بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مؤمن به فرمان روای عالمیان سید فاطمه روحانی هستم. برای رفع افکار منفی، استراب، عدم اعتماد به نفس و تصمیم گیری، شک، بدبینی، ناامیدی، غم و ترس از هر چیزی که دارید، این ویدیو رو بشنوید. سلام عرض می کنم خدمت شاگردان بزرگوار ماوراء طبیعه و شنوندگان گرامی. یا رب، تنها شما را می خوانم و اگر غیر از خودت را بخوانم محروم خواهم شد از نعمتها و خوشیها. به غیر از خودت امید نمی بندم که اگر غیر از خودت امید بندم ناامید خواهم شد. بار الها، ای عظیم، ای کریم، ای رحیم، ای قادر متعال، ای غالب بر کل هستی، ای فرمان روای من، نظری به ما بفرما و به ما بیاموز روش خوشبختی و ارتباط داشتن با خودت و روح گیرندگی از خودت را به ما وصل بفرما که تجلی خواسته ها و آرمان های من را با قدرتت به منصه ظهور برسانیم. یا رب، حس اعتماد به خودت را در ذهن و امورمان بیشتر بفرما. میدانم از رگ گردن به من نزدیکتری و همیشه بار غم را از قلبم برداشتی و این را میدانم که هر کس به شما وصل باشد دارای شرافت و آبروی ابدی است. از شما استدعا دارم لحظات زندگیم را با انرژی های ذکرت و اعمال صالح و نیکویی برای رضایت خودت باشد. ببینید، شما اگر قرآن رو بخواید تقسیم کنه، آیاتشو میبینید که خداوند اول فرموده که یکتا پرست باش، دوم فرموده اعمال صالح داشته باش، اعمال صالح، وگرنه اگر یک چن چیزی بود سر تا سر قرآن میگو حجاب تو سرت کن، وگرنه با یه دونه دتار مو میفتی جهنم. توجه میفرمایین؟ چون الان دارن به من میفرمان من این مطلب رو برای شما روشن کنم. ببینید، زمانی که من اینا رو تجربه کردم، دارم خدمت شما عرض میکنم، خانم هایی که زمانی که حامله هستن، حالا 3 ماهشونه، 6 ماهشونه، 9 ماهشونه، یه عزیزی رو از دست میدن، مادر بزرگ، نمیدن پدر، مادر، یه کس نزدیک، و که شخص وقتی که یا این داره جون میده یا فوت کرده میره بغلش میگیره و حداقل چه میدونم حالا 1 ساعت 4 دقیقه هر چقدر این رو بغل میگیره. زمانی که شخصی فوت میکنه 16 موکل از کالبد نوری به کالبد جسمانیش، روی کالبد جسمانیش فرود میاد. توجه میفرمایید؟ و این امواج جذب اون جنین درون رحم اون زن میشه، یعنی امواجی که بعدها میگن بچه که به دنیا بیاد از یک چیزی که این بچه خوشش میاد 2 حالت براش پیش میاد، که از هیجانی که پیدا میکنه یا از خوشی این هیجان به وجود میاد، که میگن بیشتر مادرها بچه خودشون رو چشم میزنن، اون هیجان انرژی های رو از تنش خارج میکنه که پرتاب میشه به سمت اون شخص حامله، ببخشید اون شخصی که خوشش اومده ازش، که لطمه زننده است برای اون آدم. یا اون زن اون مرد رو نگاه میکنه، حسادت میگیرتش، از خشم و از حسادت اون انرژی ازش آزاد میشه، یعنی انرژی هایی که اون مادر در زمان حامله بودن افراد خانوادش که یکی فوت کرده بوده بغلش گرفته بوده، اون انرژی هایی که جذب اون بچه شده بوده، این در این 2 حالت این بچه این انرژی ها رو آزاد میکنه. و زمانی که به اون شخص مقابل وارد میشه
بالاخره یک کدوم، یعنی یک حرکت تخریب کننده برای شخص مقابل پیش میاد. من خودم به چشمام دیدم که یکی از افراد طایفه با من بود، همه میدونستن که این چشم شوره، چون اون مادر میگه من وقتی که سر این حامله بودم مثلا فلان کسم فوت کرد که این بچه اینجوری در اومد. یه خانومی داشت از روبرو می اومد، من و این خانوم در کنار هم دیگه داشتیم راه می رفتیم، یه شونه تخم و مرغ دست این خانوم بود. بعد خیلی لباس مرتب قشنگی پوشیده بود. یه دفعه برگشت این خانم که همراه من بود، که همه میگفتن چشش شوره، گفت وای چقدر این پاهاش قشنگه، نگاه کنه چه کفش قشنگ، چه پای قشنگی. یعنی فقط خدا گواه بود اونجا. یک دفعه شاید تو یه دقیقه هم نکشید این پاها رفت تو هم، با صورت و چونه تخم و مرغ خانم از زمین جلوی ماها. خب این چه نوع انرژی بود که از این ساته شد؟ توجه می فرمایین؟ این همون نیروی بوده که همیشه باهاش هست. چرا؟ به خاطر اینکه در زمانی که داشته به وجود می اومده، کامل می شده و انرژی جان درون اون تن بوده، جذب کننده بوده و در دو حالت این به وجود میاد. حالا در مورد حجاب، یکی از علتهای حجاب که می فرما حجاب داشته باشید برای خانم ها این که یکی این که در عبادات و این چیزا این وضعیت شرط بدی پیش نیاد، و مطلب دوم هم می تونه حفاظت کننده باشه. هرچند که من چند نفری رو که بچه دار نمی شدن و به من مراجعه کردن که واقعا دو سه نفرشون بسیار زیبا بودن، خوشهیکل بودن و در ایران هم زندگی نمی کردن، اما زمانی که سوال کردم فرمودن انرژی های چشم اطراف اینها هست، چون هم زیبان هم مثلا چیز هستن، بهشون بگو لباس های پوشیده بپوشن. اینها دیگه لباس های پوشیده پوشیدن، اون امواج البته خب قرآن رو خوندن، ذکر گفتن، این چیزهایی که خداوند فرزند بهشون داد. حالا یکی از محسنات حجاب برای خانم ها به همین صورته، اما نه اون چهره زشت و کثیفی که با یه تار میندازن جهنم و تاب بخوری و فقط به تو گناهکاری و کسی گوش به حرفت نمیده و یعنی یه چیزی که اصلا نعوذن بالله از خداوند یک دیوی میسازن که نشسته اون بالا و فقط همین منتظر ببینه کی حجاب داره کی نداره. نه بزرگواران، یه چنین چیزی نیست. دوست داشتید حجاب داشته باشید، دوست نداشتید نداشته باشید، اما اگر واقعا شما میخواین که عبادت کننده خداوند باشید در مکانهایی که نام خدا برده میشه، مثل مسجد و معبد و اینا هست، باید پوشیده برید اون تو. این دیگه یه قانونیست که دیگه در سراسر دنیا در مورد معابد هست، در مورد هر دینی که هست. توجه بفرمایید، مثل نمازی که همه ادیان دارن. خب ما سوره احزاب هستیم، آیه 63 میفرمایید که مردم ساعت وقوع قیامت را از تو میپرسند، بگو وقت و زمان آن را جز خدا کسی نمیداند و تو چه میدانی؟ شاید زمان آن بسیار نزدیک باشد. خدا کافران را لعنت فرستاده و برای آنان آتش سوزان دوزخ را آماده کرده است. بعضیا به من مراجعه میکنن، پیغام میدن، آخه به خانم روحانی ما اصلا یه قیافه معمولی داریم، یه زندگی معمولی داریم، اما واقعا نمیدونیم که چرا همه چیز تو مشکلاته. خب نیمیش به خاطر انرژی های همین چشمه. یه چیزایی دارید که اون کسی که خشمگین میشه و حس حسادتش میجنبه خود اون نداره، اما برای شما عادیه، اصلا قابل توجه نیست. توجه میکنید؟
و نیمیشم به همین علت امواج تلسمات و جادو و شرک به پروردگار و این مسائل. میفرمان که و برای ابد در آن خواهند ماند، برای نجات خود دوست و یاری کننده نخواهند یافت، روزی که صورت و قیافه آنان در آتش به کلی دگرگون شود، خواهند گفت ای کاش خدا و رسول او را اطاعت می کردیم. می گویند پروردگارا، ما از سردمداران بزرگان قوم خود پیروی کردیم و آنها ما را گمراه کردند. پروردگارا عذاب آنان را دوچندان کن و به لعنتی بزرگ گرفتارشان ساز. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما همانند آنان نباشید که پیامبرشان موسی را بیازردند به تهمت زنا و قتل تا آنکه خدا او را از آن تهمت ها مبرا ساخت و او در پیشگاه خدا پیامبری مقرب و بسیار محترم است. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و همیشه گفتار راست بگویید تا خدا اعمال شما را به لطف خیش اصلاح فرماید و گناهان شما را ببخشاید، و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند همانا به سعادت و موفقیتی بزرگ نائل شده است. ما به آسمان ها و زمین و کوه ها عرض امانت کردیم، همه از تحمل آن باز ماندند و سخت بیمناک شدند، ولی انسان آن را برداشت. به راستی که انسان بسیار ستمکار و نادان بود. این آیه رو من سوال کردم در مورد، ببینید موجودات دیگه همه عنصرهای هوشمندن، هر کس وضعیت خودش رو میدونه، در حدی که در حد توانش هست کارهایی رو انجام میده و یا یه برنامه ریزی خیلی خوب دادن. مثلا شما فرض کن، میگن به عنوان مثال میزنم براتون، روباه رو میگن طرف روباه صفته، مثلا با خلقتش اینه که با مکر و حیله و این چیزا غذاشو به دست میاره، و یا چیزهای دیگه. مثلا عنصر آب نمیتونه تغییر بده خودش رو، مثلا جای چوب جا بزنه، متوجه میشید؟ و در مورد تعهد، انسان تعهدش با تمام موجوداتی که خلق شده در کل هستی متفاوته. خب برای همین میفهمان که ما به انسان، ما به آسمان ها و زمین و کوه ها عرض امانت کردیم، یعنی جسو به امانت بهش سپردیم، بخوایم بسپریم، همه از تحمل آن باز ماندن و سخت بیمناک شدن، ولی انسان آن را برداشت. به راستی که انسان بسیار ستمکار و نادان بود. انسان تا زمانی که تجربه نکنه نمیتونه خوب از بد تشخیص بده، و همیشه لطماتی هم که خورده از این پیش داوریاش بوده، از این چیزی که نمیدونه آینده چی داره پیش میاد، واکنش از خودش نشون میده. توجه کردید؟ اما موجودات دیگه چون که به این صورت خلقت شدن، یعنی هر موجودی که خلقت شده نزدیک به جایگاهی داشته که میتونسته اون غذا رو تهیه کنه، توجه میفرمایین؟ یعنی لازم و ملزوم بودن در خلقت، در خلقت حیوانات، چه میدونم نباتات، جامدات، تمام این چیزا. فقط بشره که بر مبنای امانت، تعهد، تفاوت داره با دیگر مخلوقات. یعنی فقط تعهدشه که اگر این شخص حرفی رو که میزنه ضمانت اجرایی باید داشته باشه. توجه کردید؟ اما بشر چون که یک چنین حالتی نیست و نمیدونه که باید چی کار کنه، همه چیز رو بهش با آموزش بدن قبل از این که بدونه اصلا این
چه چیزی هست؟ گفته باشه باشه من این کارو میکنم. دیدی کسایی که مثلا یه کار بزرگ رو بهشون میدن بعد میگم انجام میدم به بهترین نحو، که فقط حرف میزنه اما به عمل نمیتونه. خب پس چطور ممکنه که یک انسان بتونه که امانتی رو که پروردگار از زمین و آسمان ها بخواد دست این بده، این بخواد اداره کنه؟ توجه میفرمایین؟ یعنی حالت نخوت و غرورش و چیزهایی که نمیدونه میگم من میدونم، اینها هست. آیه سوره احزاب آیه 72: و از این جهت خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را به علت عدم حفظ امانت عذاب می کند و به خاطر حفظ امانت به مردان و زنان با ایمان توجه بیشتری مبذول می فرماید و خدا بسیار آمرزنده مهربان است. این انتهای سوره بود، ابتدای سوره سبع. به نام خداوند بخشنده مهربان، حمد و سپاس مخصوص خدایی است که آنچه در آسمان ها و زمین است همه متعلق به اوست و در آخرت نیز حمد و ستایش مخصوص اوست و او حکیم و کاملا آگاه است. هرچه در زمین فرو می رود و هرچه از آن بیرون می آید و آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه با آسمان صعود می کند همه را خدا می داند. اوست که بر همه بندگان خیش بسیار مهربان و آمرزنده است. کافران گفتند هرگز ساعت قیامتی برای ما نخواهد بود. بگو به پروردگارم سوگند که ساعت قیامت خواهد رسید. او عالم بر غیب است. هم وزن ذره‌ای در آسمان ها و در زمین از نظر او مخفی نمی ماند و کوچکتر و یا بزرگتر از آن یافت می شود مگر آن که در کتاب روشن مستور است، تا برای کسانی که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند جزای خیر دهد. آمرزش حق و روزی نیکوی بهشتی برای آنهاست. کسانی که در تضعیف آیات ما میکوشند به عذابی بس دردناک مجازات خواهند شد. آنان که اهل علم و دانشند به یقین میدانند که قرآن از جانب پروردگارت به حق نازل شده است. مردم را به راه خدای توانا و شایان ستایش هدایت میکند. کسانی که به آیات خدا کافر شدند و به تمسخر به مردم گفتند آیا می خواهید مردی را به شما نشان دهیم که می گوید وقتی که مردید و به ذرات ریز تبدیل شدید دوباره زنده خواهید شد؟ آیا او بر خدا نسبت دروغ می دهد یا اینکه دیوانه شده است؟ و چنان نیست، بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند در آخرت بسیار معذب و در دنیا در گمراهی دوری قرار گرفتند. آیا به آسمان و زمین که از هر طرف آنها را احاطه کرده از به دقت نمی نگرند؟ اگر ما بخواهیم آنها را در زمین فرو بریم یا قسمتی از آسمان را بر سرشان فرود می آوریم، مسلماً در آن نشانه هاییست برای هر بنده‌ای که روی به درگاه خدا آورد. ما از جانب خود برتری‌ها به داوود بخشیدیم و امر کردیم ای کوه‌ها، ای پرندگان، شما نیز با تسبیح و ستایش داوود هماهنگ و هم صدا شوید. و آهن سخت را به دست او نرم کردیم و گفتیم از آهن زره بساز و در حلقه های آن اندازه نگهدار. تو و پیروانت اعمال صالح انجام دهید که من بر تمام اعمال شما بینا و آگاهم. و حرکت باد را تحت امر سلیمان قرار دادیم که وسیله آن سحرگاهان راه یک ماهه. این رو بذاریم در چیز ویدیوی دیگه ضبط کنم که
و توضیح بدم. الله و غفور 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 الله